تظاهرات سراسری روز جمعه در عراق، محکومیت سیاست کشتار و ترور مالکی به دستور رژیم آخوندی و تأکید بر پایداری در میدانهای تحصن. اوجه ها للحکومه حرومت لی و الدمام يرضيكم هدم المساجد، يرضيكم قتل الأبرياء، ولكن لا ترضيكم الاعتصامات، لا ترضيكم الاعتصامات. أنتم تقتلون وتذبحون وتدمرون وتعتدون على أعز شيء في الأرض هو بيت الله سبحانه وتعالى. ويا أيتها الحكومة، كفى نفاقا، كفى غشا، كفى كذبا، منكم تبرأ دين الله والضاد. نماز جمعه و تظاهرات عظیم مردم عراق در شش استان بخواسته با عنوان بر سر آرمان منشان نمیزنی در بغداد، انبار، صلاح الدین، نینوا، کرکوک و دیالی برگزار شد. تلویزیون الجزیره در گزارش خود از تظاهرات امروز مردم عراق گفت: تدخل المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها ست محافظات عراقيه. تظاهرات و تحصنها علیه حکومت مالکی که شش استان عراق شاهد آن است، وارد 11 ماه خود شد. تلویزیون اسکای نیوز در گزارش خود از تظاهرات سراسری مردم عراق تصریح کرد: تظاهرات سراسری امروز مردم عراق در ادامه تحصنهایی که مدت 10 است که در شهرهای غربی و شمالی عراق علیه حکومت مالکی و وضعیت امنیتی ادامه دارد برگزار شد. تلویزیون های الجزیره مباشر، التغییر، الفلوجه، بغداد، الرافدین، الغربیه و البابلیه اقدام به پخش مستقیم نماز جمعه و تظاهرات مردم عراق کردند. در تظاهرات عظیم امروز مردم عراق در شهرهای مختلف، سخنرانان و خطبای جمعه در سخنانشان بر سازش ناپذیری بر سر آرمانشان و استمرار تحصن تا تحقق خواسته هایشان تاکید کردند. فیل رمادی گفت: مردم بایستی به عنوان یک صف مستحکم متحد پایداری کنید و ما اگر سرمان برود این میدان را ترک نخواهیم کرد. ما سازش نمی کنیم، هستیم، پایداری می کنیم تا به حقوقمان برسیم. به دولت مالکی می گویم: ای دولت قتل و انهدام، آیا انهدام مساجد و آیا ریختن خونها تو را راضی می کند؟ آیا از هم پاشاندن میدان تحصن تو را راضی می کند ولی میدانهای تحصن مورد رضایت تو نیست؟ شما می کشید و سر می برید و منهدم می کنید و به عزیزترین مکانها که در زنست یعنی خانه های خدا تجاوز می کنید. یا حکومت القتل و الدمام، یرضیکم هدم المساجد، یرضیکم قتل الابرياء، ترضیکم اراقة الدماء. ای خائنان، آیا شما خدا را به مبارزه می طلبید؟ ای دولت، دروی کافی است، شکست کافی است، دین خدا از تو تبری می جوید. و یا ایتها الحکومه، کفا نفاقا، کفا غشا، کفا کذبا، منکم تبرأ دین الله و الضاد. خطیب رمادی خشم مردم عراق از بیعملی شورای امنیت و اتحادیه عرب در قبال دخالت‌های رژیم ایران در عراق و کشتار و سرکوب مردم توسط دولت مزدور رژیم ایران در عراق را ابراز داشت و گفت: پیام به کشورهای عربی، آیا در قبال عراق موضعی ندارید؟ رژیم ایران عراق را به فساد کشانده است و شما سکوت پیشه کرده اید. به خدا که اگر دست به اقدام علیه این تجاوز رژیم ایران نزنید، این سیل از عراق فراتر خواهد رفت. عراق را رها کردید و دزدان، قتل و کوچ دادن و تروریسم را افزایش دادند. ایران عادت فی العراق الفساد و انتم نائمون صامتون.
شیخ قالب العیساوی خطیب فلوجه گفت تاریخ به هیچ آدم سستنصر و خائنی رحم نخواهد کرد. خطیب فلوجه گفت دولت مالکی تلاش می کند مسیر جنبش ما را سد کند، اما ما برای زدودن ظلم و ستم از مردم و اهل تسنن و برای یاری رساندن به زندانیان بیگناه دست به تظاهرات زدیم. خطیب جمعه فلوجه بر ادامه تحصن تا برآورده شدن کلیه حقوق مردم تاکید کرد. به گزارش تلویزیون الجزیره، شیخ عدنان مشعل عضو کمیته های هماهنگی تحصن های رمادی گفت بعد مرور 300 یوم او یزید علی هذه الاعتصامات، بعد از گذشت بیش از 300 روز از تحصن، این مردم برای پایان دادن به ظلم و ستم در عراق و برای کنار زدن آنچه از آن رنج میبرند به صحنه آمدند. آنها رنج سرما و سوزش گرما را به جان خریدند و ثابت قدم هستند و بر سر آرمانشان چانه نمیزنند. هزاران تن از مردم عراق در پشت میله های زندان ها هستند و زندان های مخفی دایر است که زندانیان در آنها در عذابند و ماها بلکه سالها رنگ نور آفتاب را نمی بینند. همه جهان می دانند که قضایی عراق بر عدالت نیست و احکامش عادلانه نیست و خبرهای مربوط به بازجوها و شکنجه علیه زندانیان و اعترافگیری اجباری با مرگ زندانیان در زیر شکنجه تایید شده است. در زندانها از افراد بیگناه با انواع روشهای شکنجه که تاریخ به خود ندیده است اعترافات ساختگی برای اعدام آنها گرفته می شود. اقدامات تروریستی و سرکوبگرانی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به مالکی از شب قبل از تظاهرات مردم عراق را هدف قرار داد. علاوه بر انفجار مسجد جامع موسل که شب جمعه توسط نیروهای سوات مالکی انجام شد، تلویزیون التغییر گزارش داد همزمان با تظاهرات امروز مردم عراق، انفجار یک بسته انفجاری در یوسفیه در جنوب بغداد 9 کشته و مجروح بر جای گذاشت. همچنین به گزارش تلویزیون فروجه، پلیس استان علمبار اقدامات امنیتی شدیدی را در اطراف میدان‌های تحصن در این استان برقرار کرده بود. ساعاتی بعد از برگزاری تظاهرات، تلویزیون بغداد از ترور امام مسجد جامع رمادی گزارش داد. تلویزیون بغداد گفت شیخ احمد جمعه، امام و خطیب مسجد جامع رمادی بعد از پایان نماز جمعه این شهر در مسیر خانه‌اش در روستای اصلیه در غرب رمادی ترور شد.